سلام و وقت بخیر. سرخط خبر ده. آغاز نخستین روز هفته با چهار انفجار در کابل. در این انفجارها 3 تن جان باختند و 4 تن دیگر زخم برداشتند. یک موتر رنجر از طرف گلوی دواخانه موقع چاره شهید کمی رسید، گرم صدا کرد. 17 نفر در این خواستر در زخمی شده، 3 نفر پلیس از بین رفته، 1 نفر موترسیکلکی از بین رفته. انتقاد شمار از سیاستگران از وضع بد امنیتی در پایتخت. مارشال دوستم و محمد یونس قانونی طرح‌ها را برای تامین امنیت کشور و ویژه امنیت پایتخت ناکام می‌دانند. امرالله صالح گفته که بر بنیاد یافته‌ها قدرت‌های جهانی در ناامنی‌های افغانستان دخیل است. مسئولین حکومتی ما بر نجات سرزمین چاره بسنجند. این غایلت تا ناکجای تاریخ ادامه خواهد یافت؟ افزایش آلودگی هوا در کابل. اداره ملی حفاظت از محیط زیست نگران این وضع است. آلودگی هوا خودش یک مرگ تجربی است که ما شاهدی هستیم که همه ساله در افغانستان، پایتخت افغانستان شهر کابل، در هر فصل آلودگی هوا بیشتر شده. با رسیدن نخستین محموله واکسین ضد ویروس کرونا به فرانسه. مشروع خبرها. ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها از مسدود شدن شاهراه سالنگ برای رفت آمد خبر می دهد. ریاست گفته که این شاهراه به علت وزش طوفان شدید و ریزش برف برای رفت آمد مسدود شده است. هرات نیز خبر رسیده که شاهراه هرات کندهار به علت ریزش سنگین برف در بخشهایی از ولسوالی ادرسکن برای رفت آمد مسدود شده. در 4 انفجار در بخشهای گوناگون کابل 3 تن جان باختند و 14 تن دیگر زخم برداشتند. از این میان 3 ماین در موترهای نیروهای دولتی کارگزاری شده بودند. شهروندان کشور افزایش انفجارها و ترورهای هدفمند را ناکامی حکومت در تامین امنیت پایتخت می دانند. در همین حال از نیمه های دیشب به این سو نیروهای دولتی عملیات مشترک را در منطقه 315 خیرخانه کابل راه اندازی کردند و از باشندگان این بخش خواسته شده تا از خانه هایشان بیرون نشوند. نهادهای امنیتی درباره هدف این عملیات چیز نگفتند. زهرا رحیمی گزارش می دهد. پایتخت نشینان بامداد دیگری را با آواز انفجارها در بخش های گوناگون کابل آغاز کردند. نخست در پل سوخته در نزدیک حوزه ششم امنیتی. یک ماین کارگزاری شده، موتر رنجر معاون امنیتی مدیریت 13 ریاست رجال برجسته را آماج قرار داد. مملکت به طرف یک قهقرای سیاسی و نظامی در حرکت است و تاسف ما به این است که زمامدارای حکومت و سردامدارای حکومت در زدوبندهای سیاسی مصروف هستند. هر روز ځوانان قتل کیږي، هر روز دموک سربازان شهیدان کیږي، ګډوډي ده تر څه وخت پورې. ساعتی نگذشته بود که آواز انفجار از چمن حضوری کابل شنیده شد. گواهان میگویند که یک ماین در نزدیک یک غرفه پلیس ترافیک در این بخش کابل منفجر شد، اما تلفاتی نداشت. این رقم زندگی بر ما زندگی گفتن نمیشه. از اینکه بر ما مرگ بهتر است. حوالی ساعت 9 صبح بود که انفجار نیرومندی حوزه سوم امنیتی کابل را تکان داد. این انفجار برخواسته از ماین جاسازی شده در یک رنجر پلیس جانهای 2 تن را گرفت و چندین تن دیگر را زخمی کرد. یک موتر رنجر از طرف گلوی دواخانه موقع چاره شهید کمی رسید، گرم صدا کرد. 17 نفر در این کاستر در زخمی شده، 3 نفر پلیس از بین رفته، 1 نفر موترسیکلکی از بین رفته. پس از این رویدادها باشندگان دهسبز کابل نیز از برخورد یک رنجر نیروهای ارتش با یک ماین کنار جاده خبر دادند که در آن 3 نظامی زخم برداشتند. وضعیت در کابل بسیار خراب شده، اصلا زندگی کردن مشکل شده در کابل. در همین حال از نیمه های شب گذشته به این سو در منطقه 315 خیرخانه کابل نیروهای مشترک دولتی عملیات نظامی را اندازی کردند که جزئیات آن همگانی نشده است. 5 ساعت فامولی مکمل میشارا 4 سمت که میبینی خیرخانه نظامی شده است، مسدود است.
هیچ گروهی مسئولیت انفجارهای اخیر را در کابل نپذیرفته است و همان گونه که روز دیگری از زندگی پایتخت نشینان با دلهره شب می شود، این رویدادهای خونین با رویداد تازه دیگری از ذهنها پاک می شود. اما باشندگان کابل به امید فردای بهتری به زندگی ادامه می دهند. شمار از سیاستگران در دومین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی از اوضاع امنیتی در کابل انتقال دارند. محمد یونس قانونی و مارشال عبدالرشید دوستم معاونان پیشین ریاست جمهوری طرح‌ها را برای تامین امنیت کشور به ویژه امنیت پایتخت ناکام می‌دانند. امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور می‌گوید که بر بنیاد یافته‌های آنان قدرت‌های جهانی در ناامنی‌های کشور دخیل هستند. مسعود انصار گزارش می‌دهد. بیشتر شدن عمله‌های هراس افغانانه در کشور به ویژه در پایتخت سبب شده است که در نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی بخشی از سخنرانی‌ها به انتقاد از این ناامنی‌ها اختصاص یابد. تروز نیست که در کابل انفجار و کشتار نباشه. ایم صبح که ما می‌آمدیم دو تا انفجار در اون طرف غرب کابل شده. دم انفجار کرده. تلفات حتما تلفات داره. خب اینمی زندگی مردم افغانستان است. مارشال عبدالرشید دوستم در پیامی چگونگی مدیریت امنیت کشور به ویژه پایتخت را انتقاد میکنند. هر روز در پایتخت کابل و سایر نقاط کشور جوی خون جاری است. بهترین جوانان و نخبه این سرزمین هدفمندانه قتل عام میشوند. محمد یونس قانونی معاون پیشین رئیس جمهور میگوید که مردم از اوضاع بد امنیتی به سوت آمدند. مسئولین حکومتی ما بر نجات سرزمین چاره بسنجند. این غایلت تا ناکجای تاریخ ادامه خواهد یافت؟ این تو یک قدرت نیست در دنیا که اسلحه تولید شده از او در افغانستان استفاده نشده باشه. پس از آغاز مذاکرات صلح افغانستان در دوحه، شهروندان کشور انتظار داشتند که خشونت‌ها کاهش یابند. اما با گذشت هر روز خشونت‌ها به ویژه انفجارها و قتل‌های هدفمندانه افزایش یافتند. یک پلیس در کابل در تیراندازی نگهبانان خالد اسد یک عضو مجلس نمایندگان زخم برداشت. یک منبع به تلو نیوز میگوید که نگهبانان این عضو مجلس نمایندگان صبح امروز هنگامی که میخواستند داخل فرماندهی پلیس کابل شوند، پس از یک مشاجره لفظی با نیروهای پلیس درگیر شدند. به گفته منبع، پلیس یک نگهبان خالد اسد عضو مجلس نمایندگان را بازداشت کرده. آقای اسد به تلو نیوز گفته که این رویداد در پی یک سوء تفاهم به میان آمد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که انتخابات های افغانستان مسئولتر و بهتر از انتخابات آمریکا هستند. ترامپ در صفحه تویترش نگاشته که یک افسر نظامی جوان که در افغانستان کار کرده با او گفته که انتخابات در افغانستان بسیار مسئولتر و بهتر از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا است. ترامپ افزوده که انتخابات آمریکا با میلیون ها رای پستی مانند انتخابات یک کشور جهان سومی بود. ترامپ به اشاره به نام جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا او را رئیس جمهور جعلی میداند. شمار از شهروندان کشور هجوم ارتش سرخ شوروی را بر کشور بنیاد جنگ ها در افغانستان میدانند. بسیاری از جناح ها مانند حزب ملی دموکراتیک افغانستان هجوم قشون سرخ شوروی را سیاه ترین روز در تاریخ کشور میدانند. شمار از کسانی که آن روزها را به یاد دارند به این باور هستند که با هجوم روزها بر افغانستان نظام حکومتی کشور با پراکنگی روبرو شد و پیامدهای آن هنوز هم ادامه دارند. فریبا سادات گزارش میدهد. محمد عارف 65 ساله است. در سال 1358 که نیروهای شوروی بر افغانستان هجوم آوردند، او دانشجو بود. محمد عارف میگوید که در جنگ‌های آن سال‌ها 25 عضو خانواده‌اش را از دست داد. تلفات انسانی به اندازه‌ای بود که نسبت به جنگ دوم بین‌المللی که زیادترین تلفات جرمن و شوروی داده بود، که از جرمن هر 13 نفر یک نفر بود، از شوروی از هر 20 نفر یک بود، در جنگ افغان شوروی از هر 9 نفر افغان یک نفر به شهادت رسید.
شماره از شهروندان دیگر کشور هم از آن زمان داستانهای دردناک دارند و آن را سرآغاز دستاندازی کشورهای جهان در افغانستان می دانند. دنن یو تلویخ کال مخکی در زاره و بدنام کمونیزم تور شوبلی د شریر و خلکو په مشوره و شیطانت و مصلحت بانی په افغانستان را وختی افغانستان زیر و زبر که با یاد دارم که دخترها لباس چادر خود را می کشیدن و بر صاحب منصبا من داختن که شما به شرم هستین، شما نتونستین وطن را حمایه کنین، وطن را حفظ کردن نتونستین، شما بگیرین چادرهای ما را بپوشید. در کنار این حزب دموکراتیک افغانستان در نشست به مناسبت سالگرد ششم جدی این روز را سیاترین روز در تاریخ کشور می داند. منگه دیو واحد مقتدر ملت حالت اویستو، منگه دیو مستقل دولت حالت اویستو، منگه پیو ناکام دولت بدل کو، منگه پیو مستامرم بل بدل کو، منگه کاملن دیو حقصن اویستو لولکا یو آزاد ملت چې حد اقل که پیسې و اقتصاد نه لري، هغه سیاسي مستقل حیثیت خو لري، موږ د هغې حالت نه راټیټ. با گذشت 41 سال از تجاوز قشون سرخ شوروی بر افغانستان، جنگ هنوز هم در کشور جریان دارد. اداره ملی حفاظت از محیط زیست افزایش آلودگی هوا را در کابل نگران کننده می داند. در حال حاضر تنها 8 دستگاه سیار و 1 دستگاه ثابت اندازه‌گیری آلودگی هوا در پایتخت فعال هستند. اما اداره ملی حفاظت از محیط زیست می گوید که در سال آینده تا 10 دستگاه دیگر نیز برای این کار خریداری خواهند شد. در چند سال اخیر کابل همواره در میان شهرهایی بوده که بیشترین آلودگی هوا را دارند و گاه حتی در صدر این شهرها قرار گرفته. تمیم حمید گزارش می دهد. سحرگاهان و شامگاهان زمانهای استند که آلودگی هوا در کابل بیشتر باشندگان این شهر را می آزارد. آنم در اوضاع کراس از برگشت ویروس کرونا نیز در میان مردم بیشتر شده است. آلودگی هوا خودش یک مرگ تجویدی است که ما شاهدی هستیم که همه ساله در افغانستان، پایتخت افغانستان، شهر کابل در هر فصل آلودگی هوا بیشتر شده. یک مریضی به وجود میارند. در پالی از این مریضی کرونا است و یک مریضی دیگه است. دیگه توان دیگه سخت از زندگی کردن در ایشا. زاکرالله 20 ساله بیش از نیمی از عمرش را درگیر بیماری های تنفسی بوده است. مشکلی که در فصل سرما و با افزایش آلودگی هوا او را به شفاخانه می کشاند. در شجون دیر تخلیب دیده یا ورقی در نفس بندگی یاری. مشکلاتی که در شهرهای بزرگ وجود داره متاسفانه رقم مراجعه مریضای تنفسی را در شفاخانه‌های سالسی بیشتر ساخته. به گفته اداره حفاظت از محیط زیست، 75% آلودگی هوای کابل برخواسته از عوامل چون اندک بودن بارندگی و باد، افزایش جمعیت و بیشتر شدن تقاضای مواد سوخت، افزایش موترها، جاده‌های خامه و نبود زیربنای آبروها با نبود فضای سبز در اطراف شهر می باشد. 5 گاز به سطح جهان است که استاندارد داره و جهان هم 5 گاز به اصطلاح کیفیت هوا میگن. گاز اوزون است، گاز کربن مونوکساید است، با گاز چیز است نایتروژن دای اکساید، سلفر دای اکساید از ذرات معلق PM10 PM2.5 است. اداره حفاظت از محیط زیست میگوید که از زمان دور شدن محدودیت های گشت و گذار برخواسته از شیوع ویروس کرونا در کابل تا اکنون بر 4600 فعالیت که احتمال داشت بر آلودگی هوای پایتخت بیفزایند نظارت داشته است. در این میان بیش از 660 کارخانه هم بودند که بیشتر از 130 کارخانه به علت توجه نداشتن بر رهنمودهای حفظ محیط زیست متوقف شدند و بر دست اندرکاران آنان بیشتر از 1,000,000 افغانی جریمه وضع شده است. در ادامه تا چند لحظه دیگر برگزاری رقابت زیر نام آقا و بانوی زیبایی سال 2020 ادامه خبرها. در حدود 60 دختر و پسر مدل در کابل در رقابت زیر نام آقا و بانوی زیبایی سال 2020 شرکت کردند. برگزار کنندگان این برنامه میگویند که میخواهند با شناسایی مدل های تازه آنان را به شرکت ها و نهادهای معرفی کنند که برای برنامه های تبلیغاتیشان در جستجوی
مدل هستند. تمیم حمید گزارش می دهد. شور و تلاش برای پیروزی در رقابتی که به گفته برگزار کنندگان این برنامه زیباترین مدل های آقا و بانوی سال 2020 را مشخص می سازد. در حدود 60 دختر و پسر برای حضور در این رقابت نام نویسی کردند. از بین 60 نفر ما 20 بهترین انتخاب میکنیم و از بین 20 بهترین 10 بهترین انتخاب میکنیم و از بین 10 بهترین 2 تایتل اصلی ما که آقای زیبایی سال 2020 است و بانوی زیبایی سال 2020 است. جوانان خوششیره و جذاب بیاریم ما جذب بکنیم، ترینشان بکنیم و بعد از او به شکل مسلکی تقدیم بکنیم به بازار تجارتی، یعنی اعلانات، سریال و فیلم های افغانستان. برگزار کنندگان این برنامه رقابتی تاکید می‌ورزند که شرکت کنندگان این برنامه پس از آشنایی با نهادها و شرکت‌های دیگر می‌توانند با حضور در برنامه‌های تبلیغاتی آنان آینده کاری خوبی داشته باشند. در ادامه واکنش ها به سپاسگزاری رئیس جمهور از کارکردهای سرپرست بانک مرکزی. در ادامه پخش گزارش سپاسگزاری رئیس جمهور از کارکرد سرپرست بانک مرکزی، واکنش های تند مردم را در شبکه های اجتماعی به همراه شده. دیروز در حساب های ارگ در رسانه های اجتماعی از دیدار رئیس جمهور غنی با اجمل احمدی سرپرست بانک مرکزی خبر داده شد و گفته شد که رئیس جمهور در این دیدار از کارکردهای سرپرست بانک مرکزی با آنچه که اصلاحات قابل ملاحظه در این بانک گفته سپاسگزاری کرده، اما دیدبان شفافیت با انتقاد از حساب ده نبودن سرپرست این بانک به مردم میگوید که این کار اعتماد مردم را بر نظام مالی کشور از میان برده. زبیح الله جهان مل گزارش میدهد. سپاسگزاری رئیس جمهور از آنچه که کارکردهای اصلاحی اجمل احمدی در بانک مرکزی گفته است واکنش برانگیز شده است. مردم در شبکه های اجتماعی میگویند که به جای سپاسگزاری از اجمل احمدی، رئیس جمهور باید به جای او که از سوی مجلس نمایندگان رد شده است فرد دیگری را برای ریاست این بانک معرفی کند. دسترسی به اطلاعات در بانک مرکزی افغانستان بسیار محدود شده است و این زمینه نظارت جامعه مدنی و رسانه ها را از بین برده است. بسته بودن بانک مرکزی افغانستان باعث کاهش اعتماد مردم و مارکت به بانک مرکزی افغانستان و سیستم مالی کشور خواهد شد. خود رئیس جمهور با قوانین کشور تمکین نمیکنه و خلاف قوانین عمل میکنه. موضوع دیگه ای که به هیچ وجه دی افغانستان بانک حاضر نیست که به جامعه مدنی و به رسانه ها و برای پارلمان افغانستان از چگونگی وضعیت بانک گزارش بده. از سوی هم کمیسیون دسترسی به اطلاعات با نگرانی از بسته بودن سیستم اطلاع دهی بانک مرکزی از کارکردهای این بانک میگوید که رئیس جمهور باید در این باره از سرپرست بانک مرکزی حساب میگرفت. متاسفانه بانک مرکزی اطلاعات خدمت شهروندا و خبرنگارا قرار نمیده و متاسفانه که یک چالش مهم در بسته سازی به اطلاعات مطرح بحث است و ما امیدوار هستیم که بانک مرکزی در قسمت ارائه اطلاعات و شریک سازی با اصحاب رسانه و همچنان اصحاب جامعه مدنی اقدامات لازم اتخاذ بکنند. اجمل احمدی چند پیش نتوانست رأی اعتماد مجلس نمایندگان را برای ریاست بانک مرکزی به دست آورد. او هنوز هم به نام سرپرست کارش را در این بانک ادامه می دهد. اعضای مجلس نمایندگان با انتقاد از این کار از رئیس جمهور خواستند که فرد دیگری را بر ریاست این بانک نامزد بسازد و به مجلس معرفی کند. ریاست جمهوری و بانک مرکزی در این باره چیزی نمیگویند. مسئولان نهاد خیریه الغرافه قطر میگویند که اگر میدان هوایی فراه بین المللی شود، در کنار آغاز پروازهای قطر به این میدان، زمینه های صادرات میوه ها و سبزی های افغانستان به قطر و دیگر کشورهای خلیج نیز از همین میدان هوایی فراهم خواهد شد. مسئولان این نهاد میگویند که با سرمایه گذاری های در میدان هوایی فراه در حال حاضر ظرفیت های لازم را برای انجام پروازهای
جهانی در این میدان هوایی به میان آوردند. در همین حال مسئولان اداره هوانوردی میگویند که نهاد الغرافه در کنار ساخت ترمینال معیاری با ظرفیت 100 هزار تن در میدان هوایی فرا، خط پرواز این میدان را نیز به گونه معیاری ساخته. خواهید دید زخم برداشتن 4 تن در تیراندازی در آلمان. ادامه خبرها. همزمان با تشخیص نخستین رویداد مثبت گونه تازه ویروس کرونا در فرانسه، این کشور نخستین محموله واکسین ضد ویروس کرونا را نیز دریافت کرد. این واکسین ها ساخت شرکت های فایزر و بیو انتک هستند و قرار است که نخست برای سالمندان و کارمندان صحی توزیع شوند. مقام های فرانسوی گفتند مردی که به گونه تازه ویروس کرونا مبتلا شده در وضع خوب به سر می برد و از واکسین ضد ویروس کرونا دریافت خواهد کرد. نخستین محموله واکسین های از ساخت شرکت های فایزر و بیو انتک به شهر پاریس رسیدند. مانند بسیاری از کشورهای دیگر، فرانسه نیز می خواهد که نخست افراد در معرض خطر مانند کارمندان صحی از این واکسین ها بهره مند شوند. ما 19500 دوز واکسین داریم. این واکسین ها در دمای منفی 80 درجه نگهداری می شوند و سپس به شفاخانه ها و خانه های سالمندان فرستاده خواهند شد. فرانسه می خواهد که تطبیق واکسین را برای شهروندان این کشور به روز یکشنبه آغاز کند و انتظار می رود که تا نیمه های سال آینده میلادی میلیون ها تن از شهروندان این کشور واکسین ویروس کرونا را دریافت کنند. تاریخ مصرف این واکسین ها اپریل سال 2021 است. پس از باز شدن سر این بسته ها، آنها تنها برای 5 روز قابل استفاده خواهند بود. در همین حال فرانسه می گوید که نخستین گونه جهش یافته ویروس کرونا در بدن یک شهروند این کشور که از بریتانیا بازگشته است تشخیص شده است. اما این مرد حتی علائم بیماری کووید 19 را ندارد و در انزوای خانگی به سر می برد. و در تیراندازی در پایتخت آلمان کم از کم 4 تن زخم برداشتند. انگیزه این تیراندازی روشن نیست و پلیس میگوید که به دنبال پیدا کردن عامل یا عاملان این رویداد است. اکنون برنامه های تولو نیوز به گونه زنده در وبسایت دریا.نت و اپ دریا نیوز قابل دسترسی است. شب بخیر.